سلام، برخورد با کشتارگاه‌های غیرمجاز، همراه ما باشید. بفرمایید که اینجا کجاست و چه اتفاقی افتاد؟ مستنصر است اینجا، خب توس 33 و خیابان کشاورز مناطقی بودن که در گذشته حاشیه شهر مشهد تلقی می‌شدند و به دلیل گسترش منطقه شهری وارد گستره شهری مشهد شدند. دامداری‌های گذشته خب به منطقه شهری نزدیک شدند. آقای غلام، اینجا جزء محدوده شهر دیگه؟ بله، جزء محدوده خدمات شهری هست. جفه 3 و 4 که بازی مشترک میشه از این منطقه و یکی از شکایت‌های عمده مردم تو بحث کشتار و ذبح غیر مجاز و فروش دام تو این منطقه هست. ما سنوات گذشته و حتی امسال با هماهنگی دستگاه‌های محترم دیگه مثل شهرداری، بهداشت و جهاد چندین بار بازدید داشتیم اینجا، جمع‌آوری دام‌های زنده رو داشتیم. فرمان درباره این موضوع برسون برسونم. در حاشیه توس 33 اغلب به صورت غیر مجاز اقدام به فروش دام میکنن که اطباء بیگانه هم هست. الان هم شهرداری و با اداره دامپزشکی در جهت جمع‌آوریشون اقدام که از ما درخواست کمک کردن، به دستور مقام قضایی ما هم اومدیم در خدمتشون هستیم. 6 نفر اینجا اقدام به تأسیس خونه های کشتاری کردن که با کار این دام ها رو سطح شهر توزیع میکنن یا اگر افراد متقاضی هستن اونا تحویل میدن که منجر میتونه بشه به گسترش بیماری های خطرناکی مثل تب کنگو، تب مالت که مردم آشنایی دارن و متاسفانه خیلی از بیماری‌های دیگه‌ای که حدود 1000 تا ما بیماری مشترک بین انسان و دام داریم. از کاملا مشخصه، یعنی غیر از دام، ضایعات و آهن و قصه های مختلف بسیار فضا غیر بهداشتی و بوی نامطبوع تو این هوایی که تازه خیلی هم سرد است. تک مورد منطقه نیست، ما 5-6 مورد دیگه هم همینجور داریم. تازه ایشون الان دیوارو تخریب کردن، قبلا اتاق کامل بوده. کشتار میکنن، وسایل برودتی هم دارن. متاسفانه همجوری که مشاهده میکنید ما چندین بار اخطاریه دادیم، معرفی به مراجع قضایی شده، ولی عملا توقفی در کار در شرایط بهترید که نگاه کنید توی سطح شهر خیلی از مراکزی هستن که مواد پروتئینی قصابی ها. منطقه هم کاملا مسکونیه. بله بله، منطقه کاملا مسکونی. یکی از علتهایی که ما زیاد اینجا میریم خب کشتار غیر مجاز ممکنه هر جای شهر اتفاق بیفته، ولی اینجا خب شاکی افراد، مردم خیلی متاسفانه شاکی هستن، هم به خاطر بوی نامطبوعی که نگهداری دام دارن، به خاطر کشتار و خطراتی که میتونه بیماری ها براشون ایجاد بکنه. فرمایید که الان شما چه برخوردی میکنید با یه همچین مشاغلی که به این شکل غیر قانونی فعالیت میکنه؟ شهرداری در این زمینه رأسا نسبت به اجرای قانون از جمله در مرحله اول اخطار، در مرحله بعد پیگیری هایی که از مراجع ذی‌صلاح اتفاق میفته نسبت به اخذ رأی پلمپ اینها اقدام میشه. در کشتارگاه ها چه دام چه طیور ما بر ذبح شرعی این ذابحی که در واقع داره کشتار میکنه ممکنه با اصول ذبح شرعی آشنا نباشه و یه محصول غیر حلال رو به شهروند ما در واقع عرضه و ارائه میکنه. ایشون که توسط همکاران محترمان در شهرداری جمع‌آوری میشه، میره یکی از کشتارگاه‌های صنعتی مشهد و دام‌های نر خوب کشتار میشن، دام‌های ماده سونوگرافی میشن، اگر که آبستن نباشن کشتار میشن و اگر آبستن باشن فروخته میشن و پرونده سیر قضایی خودش رو طی میکنه. 30 تا گوسفند زنده ای که به صورت غیر مجاز اینجا نگهداری میشد، صورت جلسه شد، میرن کشتارگاه کشتار میکنیم، لاشه هم تحویل متصدیش میدیم. به عنوان یکی از متولیان حفظ سرمایه دامی دقت داریم که در کشتارگاه ها دام های مولد ما ممنوعیت یا محدودیت کشتار داریم. دام مولد بره ماده اگر غیر اقتصادی نباشد اجازه کشتار نمیدن. در صورتی که تو این مراکز هر نوع دام کشتار میشه، علاوه بر اون آلودگی های زیست محیطی، افزایش حشرات، افزایش حیوانات موذی، انتشار بیماری های مختلف، سالک، هاری و غیره، در واقع به نوعی سرمایه دامی کشور هم در خطر قرار میگیره. گوسفندها مال شما بود؟ بله بله. بعد اینجا خودتون توضیح میدین که چی کار میکردین؟ ما چند روزه گرفتیم، قرار بوده جاشو عوض کنیم دیگه. اینجا کاسبی نیست، اینجا محل سکونت شده دیگه، اینجا کاسبی نمیکنن. خدا خیرتون بده تا اینجاش دیگه، تا اینجاش متوجه شدین، ولی خب میگن اینجا خیلی وقته که دارن این کار انجام میدن. ما تازه گرفتیم، قرار یک جای پیدا کنیم که مالا رو ببریم اونجا دیگه. این مال امروز ها گرفتیم، مالا رو گرفتیم، یعنی حقیقت از اینا. تجهیزاتی که اینجا مربوط به کشتار غیر مجازه که با دستور مقام محترم قضایی باید جمع آوری بشه الان متعلق به کیه؟ آقای دیگه. تعداد زیادی پرونده تعهد و اخطار به نام آقای اینجا صادر شده و حالا این فردی که اینجا هستن خب قطعاً
نیستش. در این جور موارد مشابهی که ما داریم، این رهبر داستان به این شکله که یک بند قانونی تصورم اینه، من زیاد مطمئن نیستم، که به عنوان اصرار بر تخلف وجود داره. حداقل در مرکز ارزمون وقتی که ما چند مورد صورت جلسه برای یه نفر می‌نویسیم، چون قاضی محترم ممکنه اصرار بر تخلف برای طرف بزنه، فرد سالسی میاد و اینو گردن میگیره به عبارتی. شاید مورد اخیرم مشابه همین حالت بشه. ما تو این گیرودار هنوز داری میسازی؟ ما بندایم تازه دو روز آمدم. شما گفت اینجا رو واسه چی میخواد؟ بره کشتارگاه گفت. اون چیزای بهداشتی و اینا هم کلن همینه دیگه. اوج کاری که انجام دادن اینه. بله. همین میشه کشتارگاه. سقف نشون بده. مشخصه که همین الانش که نوع نوع هیچ شرایط بهداشتی نداره. نهایت یه شیر آبی و بعدم هیچی دیگه. آیا تو ارزونتر این گوشتا که میان از اینا خرید میکنن؟ شاید اسمن ارزانتر باشه، ولی عمده، یعنی من به شما به جرات میگم بالای 90% شکایت های مردمی متاسفانه که کسی از اینجا خریداری کرده، تقلب در بهش مثلا 16-17 کیلو لاشه وزن داده. دام در روی سکوی کشتار میشه، بعد آویزان میشه، حتی در مواردی شوک ثانویه میبینه که خون خارج بشه. چرا؟ چون خون در واقع یه ماده بیولوژیک فوق‌العاده در واقع فساد پذیر هست. در مویرک های عضلات و بافت گوشت هنوز خون موجود هست. این خون علاوه بر این که انتقال بیماری های مختلف من جمله تب کریم کنگو یا CCHF رو که شایع هم هست به دنبال داره، باعث میشه که گوشت در واقع اون کیفیت خودش رو نداشته باشه و مدت ماندگاریش در واقع پایین بیاد، نگهداریش در منازل در یخچال‌های ما به خوبی انجام نگیره. متاسفانه افرادی هم که اینجا هستن از اطباء هستن و این اخداری‌ها ممانعتی از کارشون نشده متاسفانه. با توجه به اینکه اینجا بافت متراکم جمعیت هم داره و کاملا وضعیت مشخصه که مسکونیه، بفرمایید که برخوردی که فرمودین اینقدر بازدارنده هست که دوباره باز قرار نباشه هفته دیگه هم بیاین اینجا؟ خب قطعا یک بخش عمده‌ای از اینها قوانین بازدارنده هستش. یه بخش دیگه از اینها هم که بجز بازدارندگی که قانون باید ایجاد بکنه، من یه خواهشی دارم از شهروندان عزیزمون در این شهر. نقش شهروندان هم در کنترل این سنوف و مشاغل یک نقش بسیار مهمی هستش. برای مثال اگر این لاشه رو شما مشاهده بفرمایید، ممکن این لاشه در ظاهر سالم به نظر برسه، ولی اگر دام زنده دچار بیماری هاری باشه، شما به هیچ عنوان از روی این گوشت این نمیتونید تشخیص بدید. زمانی که شهروند مراجعه میکنه و زمینه تخرف رو برای این نوع مشاغل ایجاد میکنه، خب اینها همجوری که مشاهده کردین داری این دام اقدام میکنن که عزیزان دامپزشکی گفتن واقعا اول موضوع جان خود اون شهروند در مخاطره هستش. حالت بار شکمی و متویات دستگاه گوارش اینجا تخلیه میکنه به صورت یک چای یا نیمه سپتیکی به شاید برای خودش طراحی کرده. اینا کلی آلوده است دیگه، نه؟ خیلی آلودگی داره. تمام محتویات دستگاه گوارش اینجا جمع میشه، باعث ایجاد بو میشه، تخمیر میشه، زحمت برای همسایه‌ها داره. در کنار اینکه این ضوابط رو سعی میکنیم طوری طراحی بکنیم که ضوابط بازدارنده باشه و برخورد به صورت قاطع انجام بشه، این خواهش را متقابل از شهروندان داریم که در کنار عزیزان ما در مجموعه های شهرداری، انتظامی و مجموعه بهداشت و دامپزشکی باشن و یاری بکنن ما رو تا از رشد فزاینده این نوع مشاغل در سطح شهر جلوگیری بشه. ما در واقع در شبکه سامانه‌ای داریم، سامانه 1512، که تلفنی میتونن پیام بذارن، میتونن صحبت بکنن و اطلاعاتشون در اختیار همکاران ما قرار بدن. ما هم به محض اینکه این اطلاعات به ما برسه به محل مراجعه میکنیم با تیمی که داریم، با همکاری شهرداری، نیروی انتظامی، بهداشت، جهاد و سایر دستگاه‌ها، این مراکز رو اون برخوردهای قضایی و قانونی رو باشون اعمال خواهیم کرد.